خانم ها آقایان، عمیانانی گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در برنامه های چند روز گذشته عمیانانی گرامی به این موضوع اشاره کردم که به مناسبت دهه زجر و دهه فجر به قول آقایون، زجر به قول اکثریت مردم میهن ما، که مصادف است با استقرار روزخانها و ملاها و اراذل اوباش به مملکت ما تحت رهبری امام کبیرشان، من به عنوان یک برنامه ساز در این تلویزیون وظیفه خودم میدونم که افکار و نظرات متفاوت رو در مورد انقلاب سال 57 به آگاهی شما برسونم. همینانی گرم، بنابراین کسانی رو که من در برنامه‌ام دعوت میکنم و صحبت‌هایی که اونها در برنامه من می‌کنن نه مورد تایید منه و نه مورد تکذیب منه، بلکه من به عنوان یه دعوت کننده از میهمانان می‌خوام که اظهار نظر کنند راجع به اون روزهایی که منجر شد به استقرار کسانی که کوچکترین عرق ملی ندارند و میهن ما رو به فاجعه‌ای کشوندن که الان ملاحظه میکنید. نه سیاست خارجی، نه اقتصاد درست، نه روابط مستحکم با همسایگان و بلوف‌های احمقانه و ترغیب دشمنان میهن ما به این که دستشون باز باشه برای حمله کردن به منافع ملی ما. خط قرمزهای روزخانها و اراذل اوباش فعلا حاکم نه منافع ملی ایران، بلکه سوریه، فلسطین، اون هم قسمت غزه و جهاد اسلامی و حماسه و حزب الله لبنان. خط قرمز نابودی میهن ما نیست، مسئولیت در برابر این اراجیفی که هر کدوم اینها در سمت‌های مختلف میگن نیست. بنابراین شما از امامان نامحترم جمعه گرفته تا نمایندگان نامحترم ولی فقیه رئیس روزخانها در تمام کشور، تا اعضای فسیل شورای نگهبان، چرتی‌های مجلس خبرگان، انواع اقسام سرداران قدیمی و جدید و در قالب که در آینده اینا جز سرداران خواهند شد، سردار رادان، سردار نقدی، رئیس کلانتریه، نمیدونم کجا، اینا همه در مورد سیاست های خارجی مملکت اظهار نظر میکنه. آخرینش هم گفته های سفیر ایران در مسکو که ایشون چنون اظهار نظرهایی کرده که دیگه نمیتونه وزیر خارجه آقای صالحی بگه که اینها آدم‌های بدون مسئولیتی هستن که ما در برابر گفته‌هاشون مسئولیتی نمی‌پذیریم. از اون طرف همیهنانی گرامی، از اونجایی که استخوان بندی و ترکیب این حکومت حکومت شترگاب پلنگه، یک حکومت مندرآوردی برای اولین بار در جهانه که در رأسش یه آدم کاملا بدون آگاهی،
آدم خودخواه، یک دنده و لجوج قرار گرفته که به قدری از طرف اطرافیان باد شده که طرف اصلا به هیچ وجه نمیتوانه بپذیره که سیاست‌های مخرب 22 سالش در امتداد سیاست‌های داعیانه امام کبیرشان جز بدبختی و فلاکت برای میهن ما چیزی دیگه نیاورد. اینا حتی تاریخ مملکت رو دارن عوضی میکنن. شما کتاب‌های درسی رو که نگاه میکنید، اینها آمدن تمدن ایران رو از بعد از یورش تازیان به میهن ما قرار دادن. انگار که ما یک ملت وحشی در غارها زندگی کرده بودیم که این انوار مقدس اسلام که وسیله تازیان به مملکت ما تحمیل شده، ما رو به تمدن و دروازه‌های بزرگ تمدن راه داده. نگاه کنید، امام کبیرشون، امام مقوایی، آمده به ایران. میدونید همه شما، ایشون با ایر فرانس اومد. چند روز پیش گفتم به وسیله آقای دستمالچی، یادم رفت این موضوع رو بگم، که آقای حاجی دستمالچی رو من در زمانی که امام کبیر در نوفل و شاتو بود اونجا دیده بودم. یه مرد بازاری بسیار خوشباور، معتقد، متدین، که فدایی آقای خمینی بود مثل خیلی از بازاریا، و معتقد بود که درهای آسمان باز شده و خداوند متعال این آقای خمینی رو و دار و دستش رو به مملکت ما گسیل داده. و این آقای خمینیه که درهای سعادت و خوشبختی رو به روی ملت ما باز میکنه. برای همینم این بیچاره خوشباور متدین چقدر حالا پول برای آقای خمینی مثل بقیه آورد و تحویل دستگاه روح الله خمینی در نوفل و شاتو داد. یک هواپیمای چارتر ایر فرانس رو هم ایشون اجاره کرد و آقای خمینی، خبرنگاران خارجی و اطرافیان رو در این هواپیما جا داد. خودش هم در اون هواپیما بود و بعد آقای خمینی اومد. فقط 11 ماه بعد، همین 11 ماه بعد، همین مرد بیچاره متدین معتقد ثروتمند به وسیله آقای خمینی اعدام شد. چون آقای خمینی درست مثل جانشین برحقش، بی چشم رو، مطلقا اینی که کسی بهش خدمت کرده، صادق قدس‌زاده رو که یادتونه، بنی صدر رو که یادتونه، آقای یزدی رو که یادتونه، حالا توی اینا یکی بود که بیرکتر از همه بود از اطرافیان خمینی، از این مکلاها، و اونم آقای حبیبی بود که آمد. اصلا شما خیال میکردید که این مردک مطلقا عقاید نمیدونم مدرن نداشته؟ اصلا این آدم در فرانسه زندگی نکرده و از بطن حوزه های علمیه قم اومده بیرون. 3 دوره هم معاون اول رئیس جمهور بود، اینقدر بیرگ بود. البته خودش و برادرش و همسرش و اقوامش به اندازه کافی جمهوری اسلامی رو دوشیدن و اینجا ثابت کرد که بعضیا نه به دلیل دلسوزی برای مردم ایران، بلکه دلسوزی برای جیبهایشون نوکر قدرتن. خبرگزاری فارس ورود آقای خمینی به وسیله هواپیمای ایر فرانس رو ورداشتهش رتوش کرده، فوتوشاپ کرده و همراهان آقای خمینی رو شما تو 2 تا عکس میبینید. یه عکس واقعیه که آقای خمینی از هواپیمای ایر فرانس داره پیاده میشه
آقای آیت الله لاهوتی، آقای نمیدونم احمد خمینی، آیت الله مطهری، بنی صدر، قدس‌زاده، صادق طباطبایی و خیلی از این. این عکس نیست، یه عکس هست مال خبرگزاری فارس هست در گویا نیوز که نوشته مربوط به ورود آقای خمینی و دست چپ سامان جان، درست اون بالای بالا نوشته گویا نیوز دست چپ. بله اونجا رو اگه بزنی یه جایی هستش که این عکس ها رو هنگام ورود، حالا ممکنه پیدا، دو تا عکس بغل هم دیگه گذاشته همینانی گرامی، تو یه عکس این اطرافیان آقای خمینی قرار دارن، تو یه عکس دیگه همه اینا غیب شدن، مونده آقای خمینی و آیت الله مطهری و این خلبانی که یا مهمونداری که دست آقای خمینی رو گرفته داره از هواپیما پیاده میشه، همه غیب شدن. تمام بله این عکس نگاه کنید، عکس جالبی همه یعنی دیگه. شما این عکس رو نگاه کنید بعد من توضیح بدم دیگه چی بگم. نگاه کنید عکس رو. بله نگاه کنید این عکس دست راستی آیت الله لاهوتی است، پشت سر آیت الله لاهوتی، درست اون عقب عقب صادق طباطباییه، آیت الله مطهریه، نمیدونم آدم های دیگه. عکس سمت چپ همه رو غیب کردن همه رو غیب کردن، فقط آیت الله مطهریه که ایشونم که گروه فرقان به اصطلاح ترتیب ایشون رو داد و ترورش کردن، احمد خمینی و مهموندار و آیت الله خمینی و یکی دیگه از مهموندارهای هواپیمای ایر فرانس. اینو میگن ساخت تاریخ به وسیله جمهوری شترگاه پلنگ. نگاه کنید تو رو به خدا، حتی این آدمایی رو که خودشون قبول داشتن گفتن انقلاب نمیدونم، حالا چند وقت دیگه من به شما قول میدم خمینی رو هم حذف میکنن، خامنه ای رو میذارن موقعی که داره از هواپیما پیاده میشه، برای اینکه این رژیم یکی از خاصیتاش اینه که هی آدما رو حذف کرده، همه رو انداخته کنار، و این کسانی که الان در قدرتن هیچ کدومشون نه در ابتدای انقلاب دورور خمینی بودن و نه به قول بعضی از این سرداران محترم اسلام در جبهه جنگ بودن، اینا میراث خاران و مدعیانی هستن که خودشون رو چسبوندن وسط را به همین روزخانه ها و اراذل اوباش و الان صاحب آلافلوف شدن، همه چی دارن، ولی هیچ کدوم اینا یا مخالف خمینی بودن و هیچ کدوم دوربر خمینی نبود، مثل مصباح یزدی که همین آقای کروبی گفت ایشون بارها زمان رژیم گذشته گفته بود این اقداماتی که روح الله خان خمینی میکنه، حاج آقا روح الله میکنه، به ضرر اسلامه، همین آقای مصباح یزدی گفت. حالا ایدئولوژ و نظریه پرداز آقایونه، هنرش هم که میدونی چیه، اینه که این رئیس روزخانه ها رفته تو قم، خونه اون وارد منزلش که شده این مردک افتاده به خاک، پای رئیس روزخانه ها رو بوسیده، فکر کنید مثل این که شما مثلا یه کاردینال مسیحی رو کاتولیک رو موقعی که پاپ وارد میشه بیفته به پای آقای پاپ و پای پاپ رو ماچ کنه، اصلا هیچ معنی داره؟ همون دروغگویی که گفت من رفتم در کانادا بین یک خاخام یهودی و یک کاردینال نشستم و اینا به من دوتاییشون با هم گفتن حضرت آیت الله مصباح یزدی چون خداوند بیشتر به شما نظر داره دعا کنید ما سعادتمند بشیم. اینو خود آقای مصباح گفته و مندرج شده در مطالب و در مطبوعاتشون نوشتن، حرفاشو نوشتن. میدونید که در اون سفرم ایشون چند تا پسر داره در کانادا که این پسرها شرکت‌های زنجیره‌ای دارن، فروشگاه دارن و سرمایه‌گذاری‌های کلون کرده. ایشون به علت همین مؤسسه امام ره که درست کرده در قم
در تمام شهرهای مهم جهان شعبه داره و بودجه کلان. حالا اینا اومدن تاریخ همین 32 سال پیشو که مربوط به جمهوری اسلامی خودشون هم بوده اونم دست بردن. و اینه من براتون بگم همینان گرامی، خیلی جالبه، زمانی که یه آدم مستبد میشینه اون بالا چماغ رو میگیره دستش، این اطرافیا، این دورقابچین ها، این مجیزگوها اینقدر حقارت دارن که برای اینکه اون طرف رو گنده کنن خودشون احمق جلوه میدن و به حماقت خودشون هم اعتراف میکنن و میگن ما احمق بودیم. از جمله این رحیم صفویه، مردک دلغکی که مدت‌های مدیری فرمانده سپاه پاسداران بوده، یه صحبت‌هایی کرده، اولا همه حرفا ریخته گردن رئیس روزخانه و در این مصاحبهش ادعا کرده که هیچ عملی بدون نظر مقام معظم روزخانه بزرگ انجام نمی‌شده، از بازجویی‌ها، از سرکوب مردم، از انتخابات، از سیاست‌های خارجی، از دخالت در امور عراق، افغانستان و همه این کشورها و لبنان. یعنی ایشون دست مقام روزخانه بزرگ رو باز میکنه. این هم تصویرش نگاه کنید. و اینجا میگه، مثلا میگه در مورد طالبان اینا 13 نفر از دیپلمات‌های ما رو کشتن و من رفتم حضور رهبری، گفتم اجازه بدید ما حمله بکنیم به افغانستان و تمام این به اصطلاح شهرهای مرزی اینها رو، پایگاه‌های نظامی همه رو نابود بکنیم و یه درس فراموش نشدنی بدیم به اینا. مقام معظم رهبری گفتن نه خیر، شما 13 نفر کشته دادید، حالا هرچند ممکن اونا رو نابود بکنید ولی ممکنه 10 کشته دیگه هم بدید، در حالی که اونا به ما حمله نکردن. و بعد من گفتم پس اجازه بدید دور دوم که ما چند تا از این پاسگاه های مرزی رو بزنیم. ایشون گفتن خب این کارو بکنیم. و بعد میگه که ما هیچ وقت نتونستیم فکر بکنیم که این کارا، ولی مقام معظم رهبری تا تر خوندن. و در مورد رفتارهای دیگه مقام معظم رهبری همه این مردک میگه، نمیدونم آمدن مثلا در مورد 18 تیر در زمان آقای خاتمی خیلی کسا بودن، وزیر کشور و نمیدونم اینا و رئیس معاون رئیس جمهور و اینا، که اینا معتقد بودن مطلقا سپاه و بسیج اجازه نداره وارد مسائل نظم و به اصطلاح سرکوب مخالفین بشه، ما شهربانی داریم و نیروی پلیس. ولی ما رفتیم من به آقا پیشنهاد کردم که موافقید شما بسیج و سپاه بیاد و این کسانی که دارن استقلال مملکت رو به خطر میندازن اینا رو سر جاشون بشونیم، و امام خامنه ای موافقت کردن و ما آمدیم دیدیم که 24 ساعت بعد همه اوضاع ساکت، ولی نمیگه چه جنایت. بعدم میگه بله این دانشجویان عزیز ما که ریختن تو خوابگاهشون، من به شما قول میدم که اینم از برنامه خود اصلاحاتچیا بود و البته ما کسانی رو که حمله کردن به خوابگاه ها بعدن در دادگاه های عدل اسلامی اینا رو محاکمه کردیم به سزای اعمالشون. ای دروغگوی نامرد، شما تمام اون دانشجویانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن همه اونا رو محکوم کردید، همه اونا که اونا رو زده بودن گل انداختین گردنشون، چرا دروغ میگی؟ حالا این جالب همینان گرفت، افتادن به جان هم دیگه. آقای توکلی رفته در مشهد یه سخنرانی کرده و گفته این آقای رحیمی دزده، منتها به این واضحی نگفته، گفته ایشون پرونده های حیف و میل اموال بیت المال رو داره و دادگستری و قوه قضاییه به جای اینکه ایشون رو ببره در دادگستری ازش بازجویی بکنه، یه قاضی یا سه تا قاضی بلند شدن رفتن در دفتر مجلل آقای رحیمی، ایشون پشت میزش نشسته
و با ایشون شروع کردن از ایشون بعضی سوالات انجام دادن. چه فرقیه بین ایشون و دیگران؟ البته اینا رو آقای توکلی خودش هم میدونه چه فرقیه. آقای رحیمی هم جوش آورده، مقام محترم دلقک بزرگ احمدی نژاد گفته جواب این مردک که بده ساکتش کن. اونم گفته که آقای توکلی شما یادت رفتی گفتی که طبق توصیه مقام معظم رهبری 38 ماه 38 ماه بورسیه گرفتی، با بورسیه های بالا خودت و خانوادت بلند شدی رفتین انگلیس بدون کنکور، بدون طی مقررات، در عرض 6-7 روز رفتی اونجا 38 ماه بورسیه دولت گرفتی، 11 ماه موندی اونجا، بقیهش ریخت تو جیبه. حالا آقای توکلی گفته من قوه قضاییه شکایت کردم و این دروغ پردازیار ایشون باید پاسخ بده. آقای رحیمی یه چیز دیگه هم گفته، گفته ایشون 3000 متر زمین در بهترین نقطه ایران تهران از بنیاد مستضعفان که آقای رفیق دوست رئیسش بوده، میبینی چه جوری هم گلو میدن، گرفته اون موقع با قیمت 22 میلیون تومان و قرار بوده که یه مقداری ماهیانه کمک بکنه به بنیاد مستضعفان بابت تعلیم بچه های یتیم و بعد به طور قسطی پول اینجا رو بده، پول این زمینو. ایشون نه تنها یک دینار تا به حال پولی بابت این زمین نپرداخته، بلکه یک دینار هم به مؤسساتی که به بچه ها کمک میکرده نداده، ولی قیمت فعلی اون زمین بالای 12 میلیارد تومانه. اجازه بدید رقم رو درست بگم. بله نوشته که 23 میلیارد، بله 12 میلیارد تومانه، و ایشون اینو زده به جیب. آقای توکلی هم خب بالاخره باید جواب بده دیگه، اینا دارن خودشون هم دیگر لو میدن، چقدر هم خوبه. ایشون گفته که نخه اینطوری نیست، اون زمین وقفی بوده و اصلا این صحبت هایی که ایشون میکنه درست نیست و به همین دلیل من شکایت کردم. بعدم روزنامه های ایران و سایت محترم رجا نیوز که میدونید چه انسان های شریفی توش هستن، یکیشون خانم فاطمه رجبیه که به اون دلقک بزرگ احمدی نژاد میگفت یک نابغه هزاره سوم، بعد گفت اشتباه کردم، جز گردانندگانش. نوشته مقام معظم رهبری که روز جمعه در نماز جمعه آمدن اون صحبت‌ها رو کردن، سرکوزی و شیمون پرز و نتانیاهو و اوباما و همه اینا جا زدن، برای اینکه متوجه شدن امام خامنه‌ای محکم تو پوزه‌شون زده، بنابراین ترسیدن. همه گفتن نه آقا ما قصد حمله به ایران نداریم. نتانیاهو هم گفته دیگه کسی اجازه نداره راجع به ایران صحبت کنه. آقای شیمون پرز گفته ما با ایران رفیقیم. سرکوزی گفته اصلا کسی نمیخواد به ایران حمله کنه. و اینا همش از برکت گفتار خامنه ای، امام خامنه ای. و اون دلقک رئیس دفتر امام خامنه ای، رئیس روزخانه، یه مردک 200 کیلویی، محمد محمدی گلپایگانی شکنجهگر، که آقا حضرت آقا ایشون رو بردن در رئیس دفترشون کرد. دیشب میدونین چی گفته؟ گفته که آقا همه هر کس میاد دیدنشون حیرت میکنه از هوش، درایت، فکر و پیشبینیاشون. پوتین و اینا رو که قبلا گفته بوده، حالا این دفعه چیز دیگه گفته. گفته آقای ماندلا آمده ایران که میدونین نیومده، حالا کجا نمیدونم، ماندلا اومده پیش مقام معظم رهبری گفته رهبر من. بله ایشونه، ایشون این دروغو گفته که به مقام معظم رهبری آقای نلسون ماندلا گفته رهبر من. بله خب عمیهنان گرامی، امروز من با 2 نفر از کسانی که با برنامه من همکاری میکنن، همکاری دارن، صحبت میکنن. یکی حسن زارزاده اردشیره که
در مورد مسائل دانشجویی باش صحبت میکنم و بعد گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار. با آقای اردشیر، دانشجوی فعالی که الان خوشبختانه در خارج از کشور هست، در مورد دستگیری‌های اخیر، در مورد بازداشت‌های اخیر و فشارهایی که مرتباً رژیم انسانی و مترقی جمهوری اسلامی داره وارد میکنه صحبت میکنی، و با آقای نقره‌کار یک بحثی داریم راجع به روشنفکر و نقش روشنفکران در انقلاب سال 57. همینان گرام، اینه که من از شما دعوت میکنم به این بحث ما توجه بکنید، به خصوص بحثی که من با آقای حسن زارزاده اردشیر دارم. چیه آقای سام؟ بله، حالا ایشون دارن آقای زارزاده اردشیر رو تماس رو باشون برقرار میکنن. امیدوار هستم که این تماس امکان پذیر بشه، برای اینکه بسیار گزارش های دست اولی آقای اردشیر دارن راجع به، حالا تا آقای اردشیر بیان رو خط اینو بهتون بگم که آقایون باز خوشخوشانشون شده، نزدیک انتخابات شده، ولی دستگیری‌ها رو انجام میدن، روزنامه‌ها رو بستن، تعداد بیشماری دانشجویان گرفتن، تعداد بیشماری شخصیت‌های اصلاحاتچی رو گرفتن و آدم‌های غیر اصلاحاتچی، و ولی در خیابان‌های تهران گشت ارشاد و نمی‌دونم این حاج خانومایی که میمدن زنای میهن ما رو میگرفتن و میگفتن یه ذره از موهاتون بیرونه و اسلام به خطر افتاده، اینا رو جمع کردن. این تاکتیک جمهوری اسلامی همیشه سر انتخابات که میشه ناگهان آدمای مترقی میشن دیگه، اسلام و نمیدونم خطر اینا همه بمیره و همه شروع میکنن با این روش رو به کار بردن که بله شما آزاد هستید هر جوری میخواین راه برید. اینها برکت جمهوری اسلامیه. انتخابات که تموم شد چماقا باز میاد بیرون، اینم تاکتیک آقایونه. اما سامان جما زیاد فرصت نداریم، اما اجازه بدید که یه خبری دیگه به آقایتون برسونم. جمهوری اسلامی و آخوند و روزخانه دیگه، سیاستشون یعنی رفتارشون با حکومت آذربایجان تیره شده، روابطشون اومدن گفتن دبیر دوم سفارت آذربایجان در ایران همجنسگراست. ملاحظه می‌فرمایید این نمایندگان الله بر روی کره زمین و نمایندگان مخفی آقا امام زمان که دیگه حالا دیگه همشون ظاهر هم شدن، فقط و فقط از ناف به پایین رو راجبش صحبت میکنن. سیاست مدارا رو میگیرن میگن لواطکار بودن، مثل سعیدی سیرجانی، مثل دکتر بقایی، حتی گفتن لواطکار بوده، نمیدونم آلت مردانه میذارن زیر تخت آدمایی که میگیرن و میگن این تو خانوادش بوده، چون عقل آخوند در همین حدوده، چون دریچه چشمش از دریچه چشم او همه چیز مربوط به سکسه. حالا روابطشون با آذربایجان بد شده، میگن که دبیر دوم سفارت آذربایجان همجنسگراست. بله آقای اردشیر گرامی، درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز و درود بر هموطنان عزیز. آقای اردشیر، الان در آستانه انتخابات فشار بر فعالین سیاسی و به خصوص دانشجویان روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. زندان ها اونقدر دیگه گنجایش نداره، فکر نمی کنم جا داشته باشه. الان یه لیستی من دارم کسانی که دستگیر شدن و مرتباً هم داره به تعدادشون اضافه میشه. آقای مدنی، آقای کاظمیان، نمیدونم خانم پرستو دو کوهکی، مرضیه رسولی و تعداد بیشمار دیگری که همینطور این اسامیش هست. میخوام بپرسم چه خبره؟ چرا اینا در آستانه انتخابات دست به این دستگیری ها زدن و دادگاهشون شب و روز داره کار میکنه؟ بله آقای فرج، عرض کنم که این سختگیری ها الان وجود داره و علاوه بر اون به تعدادی از زندانیان هم حکم اعدام ابلاغ شده، از جمله برای زانیار و لقمان مرادی در زندان رجای شهر و برای آقای سعید ملکپور
در زندان اوین که میدونن سعید ملکپور البته اقامت دائم کانادا رو داره و مقامات کانادایی هم اعتراض دارن نسبت به این حکم. و برای زانیار و لقمان مرادی هم مقامات اروپایی و به خصوص در آلمان و اتحادیه اروپا بیانیه‌های صادر شده بود و اعتراض کرده بودند به حکم اعدام اونها. روند دادرسی مشخص نیست، در شکنجه، زیر شکنجه، در انفرادی اعتراف میگیرن و به دادگاه میدن که حکمهای اعدام دریافت کنند. و این حکمهای اعدام در شرایط سیاسی خاصی اعلام میشه و یا در شرایط سیاسی خاصی لغو میشه و باز دوباره در شرایط دیگری پرونده برقرار میشه. یعنی با این برخوردهایی که میکنن که به بخشی شما اشاره کردید، در واقع به دنبال استفاده سیاسی هستن. من الان شاهد هستم که در زندان هم سختگیری ها زیاد شده. همین دیروز داشتیم اخباری رو دریافت میکردیم از داخل زندان آقای فرجی که این اخبار اکثرا نگران کننده بود، به خاطر اینکه در داخل زندان هم سختگیری رو زیاد کردن. حدود چند هفته البته هست که هواخوری زندانیان عمومی رو در زندان رجای شهر مثلا از که قبلا یک روز بود، بعد شده بود نصف روز و چند ساعت شده بود، حالا شده دو ساعت. ملاقات در واقع حضوری اینها کاملا قطع شده. یعنی از هر زاویه که شما نگاه میکنین این سختگیری ها وجود داره، به خاطر اینکه اینها میخوان یه مقداری این سختگیری رو به رخ مردم بکشن که مشخص بشه که یادتون نره اگر بخواهید در آستانه انتخابات یا در روز انتخابات به هر حال در هر شرایطی دست به اعتراض بزنید و در جامعه تنش و تشنج بیافرینید، نتیجهش زندان هست و برخوردهای سرکوبگرانه. ولی موضوع این هست که آقای فرجی، رژیم جمهوری اسلامی الان درمانده شده، دیگه قدرت سرکوبش کاهش پیدا کرده، توان سرکوب دیگه ندارن و در زندان هم جایی ندارن بخوان که این رویه رو افزایش بدن. پس مردم رو از چی میترسونن؟ مگر در این چند مدت اخیر واقعا این برخوردهای سرکوبگرانه تونست کارساز باشه که الان کارساز باشه در آستانه انتخابات؟ در درون خود رژیم در واقع انقدر اختلافات سنگین هست و برخوردهای داخل حکومت و در درون خود قدرت زیاد شده، شکاف بیشتر داره میشه، که رژیم از درون داره در واقع از بین میره. خوشبختانه همین رویارویی دولت و بخش افراطی حکومت، دستگاه ولی فقیه رو که ما نگاه میکنیم، که البته یکی از یکی بدتره و مردم نباید یه موقعی فریب بعضی گروه ها رو بخورن که 100% آگاه هستن، چون شما ببینید احمدی نژاد هم در واقع کسی است که توسط ولی فقیه آمده سر کار و تا لحظه آخر با هم متحد بودن و به یک سری اهداف که رسیدن رو در روی هم قرار گرفتن و یاران احمدی نژاد هم در واقع بیشتر به دلیل اعتقاد بر این که، یعنی یکی از محوری ترین بحثا اینه، اعتقاد بر این که در واقع امام زمان قراره به زودی ظهور کنه، روحانیت رو به چالش میکشه و در واقع میگه که ما الان نیازی به نایب امام زمان نداریم، یعنی وجود ولی فقیه ضرورتی نداره، ما شرایط ظهور آقا رو میخوایم فراهم کنیم. بنابراین شما ببینید یه بحث اعتقادی اینها و همینطور سهم خواهی اینها از منابع و منافع کشور و درآمد عظیم نفتی باعث شده که اینها رو در روی هم قرار بگیرن. این دلیل بر این نمیشه که یه جناحی بهتره میشه باهاش کار کرد یا ازش حمایت کرد، و این کاملا اشتباهه. یعنی همه اینها یکی از هم بدتر است.
اما در هر صورت نکته من اینا نیست، نکته من اینه که درون رژیم هم این مشکلات وجود داره. بنابراین امیدواری برای این که ما بتوانیم آزادی رو در جامعه شاهد باشیم بسیار قوی هست و من این امید رو خیلی تحققش رو نزدیک میبینم آقای فرجی، و معتقدم که با این حجم تلاش هایی که مردم ما در داخل دارن انجام میدن، مبارزه میکنن و حتی در داخل زندان ها با وجود این سختگیری ها از فعالیتشون دست بر نمیدارن، در برون مرز همین فعالیت ها ادامه داره. همین الان شما ببینید، واقعا من خیلی خوشحال شدم وقتی این اتفاق افتاد که در کانادا 25 سناتور کانادایی در مجلس سنا آمدن. فکر کنم این هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود قبلا. 25 سناتور خواستار آزادی 25 زندانی سیاسی ایرانی شدند و هر سناتوری برای یک زندانی سیاسی ایرانی سخنرانی کرد چند دقیقه. یعنی کل مجلس سنای کانادا در اختیار زندانیان سیاسی ایران بود و در واقع در اختیار جنبش آزادی خواهانه مردم ایران که برای دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و عدالت داره مبارزه میکنه. و این نشون میده که الان مردم دنیا هم صدای ما رو شنیدن و با ما همراه هستن و این بهترین فرصته که ما امیدوارانه تلاش بکنیم و برخوردهایی که مانع ایجاد میکنه گزینشی هست، حسی هست، سرکوبگرانه هست، نمیدونم از طرف رژیم، حتی از طرف مخالفان رژیم فرق نمیکنه. هر حرکتی که مانع ایجاد میکنه رو باید کنار. خب مثل این که خارج از کشور چه نتیجه کاره خود هموطنان ماست که باعث شدن که الان خارجی ها به این خوبی واکنش نشون بدن. بله آقای فرج. آقای اردشیر، ما خیلی فرصت کمی داریم. من فقط یه سوالی دیگه هم این هست که حالا سپاسگزارم که شما این آگاهی‌ها رو به همیهنان ما بینندگان ما دارید. راجع به خانم شیوا نظر آهاری، من یک گزارش شنیدم که ایشون رو محکوم به اعدام کردن، این درسته؟ نه این درست نیست. وقتی که ایشون در زندان بودن بحث محاربه مطرح بود به دلیل ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور، که از جمله خود منم در پرونده ایشون بودم که با گروه‌های عجیب غریب در خارج از کشور مثل مجاهدین ارتباط داریم و ایشون هم به اون واسطه به اعدام محکوم میشه. و این داستانایی که میدونین جمهوری اسلامی به دروغ همیشه میبافه که صحت نداره. و بعدم که خب بر اثر اعتراضاتی که ما کردیم در خارج از کشور و فشاری که در سطح بین المللی به ایران وارد شد، شیوا آزاد شد و ایشون رو به زندان محکوم کردن. که چند روز پیش من شنیدم که در دادگاه تجدید نظر حکم ایشون تایید شده و از ایشون خواسته شده که به زندان برگرده و این حکم اعدام صحت نداره. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر. شما گزارش دیگه ای ندارید که من سوال نکرده باشم؟ خواهش میکنم. صحبت زیاد آقای فرجی، من برای اینکه شما فرصت ندارید وقتتون رو نمیگیرم. چندین اطلاعات در مورد زندان بود، در مورد کنفرانسی در سوئد که در مرکز اولاف پالمه برگزار شده. اینو خلاصه رو بفرمایید، 3 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید. خیلی خب، پس من این رو بهش میپردازم. ببینید، در مرکز اولاف پالمه در سوئد در استکهلم که یک مرکز مدنی هست، یک جایی هستش که برای فعالیت‌های مدنی دایر شده، یک اجلاسی بود، کنفرانس 2 روزه‌ای بود هفته گذشته که از فعالان سیاسی اجتماعی مدنی ایرانی دعوت شده بود که در اونجا شرکت بکنن برای اتحاد برای دموکراسی. یعنی عنوان کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایران بود، که البته این کار ابتکارش توسط خود ایرانیان بود که از جمله آقای سازگارا در این زمینه نقش آفرینی میکردن و چند نفر دیگر که طرحی به این مرکز داده بودند و این مرکز هم بر اساس اون طرح این افراد رو دعوت کرده بود. یک سری البته جلسات و کنفرانس هایی هم قبلا برگزار شده بود که من شخصا این دست کنفرانس ها رو موفق و مثبت میدونم، به خصوص که 2 هفته قبل از اون هم در کلن آلمان اجلاسی بود که منم اونجا بودم که
خیلی از نیروهای سیاسی و اجتماعی مدنی اپوزیسیون حضور داشتن. ولی نکته‌ای که در مورد کنفرانس اولاف پالمه وجود داره اینه که متاسفانه این کنفرانس خیلی سری، مخفیانه و گزینشی بود. روند دعوت از مهمونها گزینشی بود و حذفی و برخی نیروها رو علاقه نداشتن دعوت بکنن. و من تنها چیزی که میخواستم اینجا از این تریبون استفاده بکنم و صحبت بکنم و از آقای سازگارا هم که البته بهشون احترام قائلم به خاطر فعالیتاشون، بخوام که بیان و روشنگری بکنن، چون بحثی که قبلا کرده بودن که علت این که این، یعنی جوابی که به انتقادات داده بودن قانع کننده نبود، و به خاطر همین من خواهشم ازشون اینه که راجع به این کنفرانس بیان به انتقادات پاسخ بدن. برای اینکه آقای فرجی، ما الان وقتی چالشمون دموکراسی و حقوق بشر هست، باید حرکتمون دموکراتیک و شفاف باشه و هر اقدامی که انجام میدیم، وقتی که ادعا میکنیم در راستای حقوق مردم ایران هست، غیر دموکراتیک و غیر شفاف باشه، لطمه خواهد زد به روند دموکراتیزه کردن اپوزیسیون و تحقق دموکراسی در داخل ایران. بنابراین برخوردهای حذفی و گزینشی و مخفیانه برگزار کردن و مخفیانه دعوت کردن از افراد مسئله یه که دیگه واقعا باید کنار گذاشت، و افرادی هم که دستن در کار هستن علارغم احترام به تلاشاشون بایستی که بیان این مسائل رو شفاف بکنن، چون ما در گذشتم چندین کنفرانس داشتیم که خیلی شفاف بود، و چون میخوایم در آینده هم باز این گفتمان رو ادامه بدیم و این برخوردها رو منصفانه همچنان تداوم بدیم، به خاطر اینکه ما لازم داریم به صحبت کردن و با هم نشستن و همکاری کردن و در نهایت تشکیل یک کنگره ملی در خارج از کشور، بنابراین لازمه که دموکراتیک برخورد بکنیم و شفاف عمل کنیم. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. تو هفته آینده که باز با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم ازتون. خب همیهنان گرامی، گفتگو میکنم با معذرت از دوست گرامی دکتر مسعود نقره‌کار، چون ما موفق نشدیم که سر موقع با آقای اردشیر تماس بگیریم، در نتیجه یک وقفه افتاد. با عرض معذرت از دوست گرامی دکتر مسعود نقره‌کار. آقای دکتر نقره‌کار گرامی، درود بر شما. سلام دارم به شما و بینندگان برنامه. شما شنیدید معذرت منو، ما به دلیل اشکالی که در تماسمون پیش آمد یه مقداری وقتمون در ابتدای صحبت از بین رفت. در هر صورت شما حالا باز فرصت دارید که راجع به این مسئله صحبت. دکتر نورکار عزیز، من پیشنهاد میکنم که در همین یکی دو سه هفته‌ای که مربوط به انقلاب سال 57 هست، یک بحثی بکنیم راجع به مسئله روشنفکری در ایران، که میدونید یه مسئله خیلی مهمیه. یه عده زیادی به روشنفکران در سال 57 میتازن و خیلی تقصیرها رو میزدن گردن روشنفکران و معتقدن که اونها بودن که مردم ایران رو به این وضع گرفتار کردن، بدون اینکه مطالعه کرده باشن راجع به ملاها و روزخانها و آخوندها. بنابراین نوک حملات خودشون رو متوجه این به اصطلاح روشنفکران میکنن. من از شما خواهش میکنم یه مروری بکنید در مورد مسئله انقلاب سال 57 و اشاره ای داشته باشید به همین مسئله روشنفکران. بفرمایید. خیلی ممنونم. اگر بنابر این باشه که طی چند برنامه راجع به انقلاب بهمن صحبت میشه، من اجازه میخوام که یه مقداری کلیتر و ریشه‌ای‌تر به این مسئله انقلاب بهمن اشاره بکنم و به ویژه به همین نکته‌ای هم که شما اشاره داشتید، مسئله نقش روشنفکران در این انقلاب. ببینید، انقلاب بهمن، اگر اجازه بدید مثلا ما این برنامه رو، من یه مقداری اشاره داشته باشم به علل بروز انقلاب بهمن و بعد برای برنامه بعد بتونیم روی نیروهای شرکت کننده در این انقلاب به ویژه روشنفکران و باز به ویژه اون نکته که شما اشاره کردید بپردازم. حتما. الان فقط دفعه اول، یعنی این برنامه، چون خیلی وقت کمه فشرده و برنامه بعد مدت بیشتر. بله بفرمایید. من اجازه میخوام پس
ببینید فقط به اشاره داشته باشم به علل بروز انقلاب بهمن تا برنامه بعد بتونیم بیشتر به این نکته که شما گفتید بپردازیم. حتما انقلاب بهمن رو به عنوان یکی از رخدادهای مهم قرن بیستم همونطوری که اطلاع دارید متاسفانه پس از 33 سال به ندرت ما شاهد بودیم که یک تحلیل و ارزیابی بی‌طرفانه و همه جانبه‌ای در موردش ارائه داده بشه. اون که شاخصه برحال فرهنگ و ادبیات سیاسی ما بوده در رابطه با تحلیل و ارزیابی از این انقلاب هم میدونید عمل کرده و همون در واقع سیاه و سفید کردن رو با شاهد بودیم و کمتر کسی و یا کمتر گروهی رو ما شاهد هستیم که ارزیابی و تحلیل بی‌طرفانه‌ای داده باشه و در واقع توجه داشته باشه که این تحلیل و ارزیابی چقدر در تحول‌های آتی چراغ راهنما خواهد بود. خب اطلاع دارید که عنوان‌ها و نام‌های متعددی به انقلاب بهمن داده شده. آنهایی که موافق هستند به هر حال به عنوان انقلاب شکوهمند، اونهایی هم که مخالف هستند به عنوان فتنه و شورش ازش نام میبرن و خب برخی ها هم اون رو انقلاب نمیدونن و به عنوان قیام. در هر حال هر چی که بوده باشد به گمان من سه یا چهار سوال اساسی در مورد انقلاب بهمن باید مورد کنکاش قرار بگیره و باید به اون پاسخ داده بشه. یکی از اونها که من تو این جلسه بهش اشاره میکنم تو این چند دقیقه این هستش که پاسخ به این که چرا اصلا این انقلاب اتفاق افتاد. خب سوال بعدی هم در واقع نیروهای شرکت کننده در این انقلاب به ویژه نقش روحانیت و روشنفکرانه که شما هم اشاره کردید و این روشنفکران همیشه مرغ‌های عروسی و عزا بودن میدونید که به هر حال الان خیلی در رابطه با انقلاب بهمن مورد شماتت و سرزنش قرار میگیرن و بالاخره هم این سوال که دستاوردها و درس‌های انقلاب چی بوده. اما در مورد سوال اول این که چرا این انقلاب اتفاق افتاد من گذرا بگم تنها به یک عامل نمیشه بسنده کرد. میدونید که عوامل متعدد داخلی و خارجی رو میشه عنوان کرد و روی سه محور یا چهار محور میتونیم مکس بکنیم. یکی این که واقعا آیا مذهب و دین اون نقشی رو داشته که خمینی و برها دین کاران و دین باوران بهش اشاره میکنن یا نه در بروز این انقلاب. یکی عوامل اقتصادی اجتماعی است، یکی عوامل سیاسی و حقوق بشری و یکی هم عوامل خارجی است. در مورد اول که خمینی ادعا کرده و امروز هم ادعا میشه که دین و مذهب عامل اصلی بروز انقلاب بوده باید گفت که خب هم تجربه خودمون و هم اسناد همه اینها نشون میده که این به هر حال ادعای دقیق و درستی نیست. البته بافت جامعه ما و به هر حال نیروهای مذهبی نارضایتی‌هایی در آن مقطع داشتند که خب بیشتر هم بعضیش از موضع ارتجاعی بود به خاطر گسترش فرهنگ غرب و دموکراتیک در جامعه و می‌دونیم که به هر حال چه اون نیروهای مذهبی و بخشی از نهاد روحانیت نارضایتی رو مطرح می‌کردن و اون بحث مسئله انتشار مقاله احمد رشیدی مطلق و این تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه که مطرح می‌کردن این میتونه به عنوان یک عامل انقلاب مطرح بوده باشه هم خب ما می‌دونیم اون هم نمیتونه دقیق باشه و تنها میتونه یک عامل تحریک کننده باشه. بله. البته تو اون مقطع هر موقع وقت من تموم شد به من اطلاع بدید. چشم حتما. بله. میدونید که تو اون مقطع خب شکل شمایل تحولات و حرکت های مقداری رنگ مذهبی در مسیر تحولات به خودش گرفت. دلیل هم داشت برای که مساجد و هیئت ها و مراسم و پوشش ها و اونها میتونست امکاناتی باشه و عوامل مصون کردن و مصونیت و متاسفانه خب این امکانات هم از طرف رژیم شاه تا حدودی دست نخورده و این شبکه ها تا حدودی فعال وجود داشتن. بنابراین یک پوشش و رونمای مذهبی تو مقطع داشت ولی به هیچ وجه دین و مذهب نقش اساسی نداشت.
عوامل اقتصادی، خب واقعیت این هست که اون موقع عمل میکرد، میدونید انقلاب سفید و اصلاحات از بالا، یه مجموعه ناموزونی از رشد سرمایه‌داری چه در بخش تولید و خدمات، چه در بخش میدونید کشاورزی و صنعت و سرمایه‌های مالی به وجود آورده بود و یک سری مشکلات فراوان اجتماعی تو اون مقطع عمل میکرد که یکی از مهمترینش میدونید که در واقع یورش روستاییان به شهرها و مسئله حاشیه نشینی و بیکاری بود و یادتون باشه حاشیه نشینی در اون مقاطع انقلاب خیلی گسترش پیدا کرده بود و حلبی آبادها و زور آبادها و بعد تظاهرات ها و درگیری هایی که در رابطه با اونها ایجاد میشه. بنابراین به نظر من نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بروز انقلاب بهمن باید حتما دید و بهش توجه داشت و یکی هم نقش سیاسی رو که ما همیشه فراموش میکنیم. واقعیتش اینه که در اون مقطع حکومت یه حکومت پلیسی بود، میدونید آزادی های سیاسی، آزادی اندیشه، بیان قلم وجود نداشت، سانسور شدید کتاب و فیلم وجود داشت، احزاب و تشکل ها وجود نداشتن به طور مستقل، حتی سه حزب مردم و ملیون و ایران نوین که میدونید آقای علم و اقبال و حویدا مسئولان اونها بودن در واقع به نوعی منحله شدن و حزب رستاخیز برپا شد و مسئولی که در رابطه با حزب رستاخیز میدونید. بنابراین عامل سیاسی هم به واقع مطرح بود که این روزها نادیده گرفته میشه و اون هم واقعا مسئله اختناق و شرایطی بود که حکومت شاه ایجاد کرده بود. تو همین رابطه من بعد نیست اشاره بکنم که یکی دیگه از عوامل که به همین عامل سیاست برمیگرده واقعا وضعیت خود حکومت بود. من یک بار کلمه باسمه‌ای به ذهنم اومد ولی فکر نمی کنم مناسب باشه، ولی واقعا حکومت علی رغم ظاهری که از خودش نشون میداد یک حکومت بی برنامه و ارگانهای قدرت واقعا سازمان نایافته. ما دیدیم در اون بحران چه وضعیتی پیش اومد، ارتش چه شد و شاه در واقع چه وضعیتی رو ایجاد میکرد. میدونید نخست وزیرها و جنرالهایی رو انتخاب میکرد که حتما آیت الله شریعت مداری و گورپایگانی اونها رو تایید کنند و یا اگر یادتون باشه حتی همسرشون و پسرشون رو یه تسبیح بزرگتر از خود قد پسرشون برای زیارت امام رضا فرستاده بودن. بنابراین میخوام بگم که جدا از عوامل سیاسی و فاکتورهای سیاسی که در سطح جامعه عمل کرد، خود حکومت هم ساختار بسیار ضعیفی بود علارغم اون برنامه‌ای مثل جشنهای 2500 ساله و خرج 300 میلیون دلار تو یک همچین شرایطی که خودش به عامل بحران نارضایتی دامن زد. عامل سیاسی هم که این رابطه باید دید و بالاخره عوامل خارجی و همون چیزی که تحت عنوان تئوری توطئه مطرح می شد، بحث مسئله حقوق بشر جیمی کارتر و یا میدونید که اون بحثی که عنوان می شد که دیگه شاه چون می خواست یک سیاست مستقل ملی پیش ببره دیگه امریکا و انگلیس نمی خواستنش و اونها تلاش کردن برکنارش کنم. بنابراین من خلاصه میکنم ما تو رابطه با این چهار فاکتور و پنج فاکتوری که من اشاره کردم میباید مکس کرد و علل بروز انقلاب رو توی این پنجتا و به شکل یک مجموعه دید و تنها به گردن در واقع گروه اجتماعی و ببیش اون که روشن فکران حالا ما در برنامه بعدی با اون خواهیم پرداخت نبوده. بسیار سپاسگزارم دکتر نارکار عزیز. با این بحث رو در هفته آینده هم باز هم ادامه خواهیم داد با فرصت بیشتری. سپاس تا هفته آینده. خب همیهنان گرامی، به همین جام برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده که روز دوشنبه شب خواهد بود به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.